dans ma tête sukkah, paraguay, panjaudo, unja, du param farmat, que in partique, comme il s'agit d'un paraguay, diarat al betemkdash, dar un روزهای حالا موعد سکوت اونجا سمحت به تجربه بود، یعنی شادی و طرب و رقص و آواز و موسیقی ارکستر بسیار عظیم در بیت المقدس اونجا شادی میکردن و گبره فرمود که شم اسود تکون گدول، یعنی یک اصلاحی بسیار عظیمی را در اونجا کردن. چه اصلاحی؟ که وقتی که میان برای مردم میان برای زیارت، برای شرکت در این شادی و طرب و رقص و آواز، مرد و زنها به هم مخلوط نباشند، بلکه زنها برن اون روی مثل بالکن مانندی که تعبیه کرده بودن، ساخته بودن، و مردها پایین باشن، زنها بالا، مردها پایین، که به هم مخلوط باشن، زنها باشن در بیان و مردها مخلوط بشن، نه مردها پایین و زنها بالا. پس اینجا می‌بینیم که این گمارا این عمل را چی میخونه؟ اصلاح خیلی بزرگ، خیلی مهم. اینا بدونیم که وقتی قوم اسرائیل از مصر خارج شد، این مردها و زنها این آیا به هم مخلوط شده بودن؟ همه به هم همی رفتن؟ این که چطور ممکنه؟ این اینطور بعد بگیم که همیشه هر خانواده، هر طایفه، هر گروهی که یک خانواده بودن، اینها مردها و جوانها دور بر زنها رو میگرفتن و زنها وسط بودن، زنها دختر وسط بودن، مردها و جوانها دور زنها بودن و زنها دختر وسط بودن. در این صورت هیچ وقت امکان مخلوطشتن مرد و زن هم نبود. چرا؟ هر طایفه، هر خانواده این زنهاشون زنها و دختر هم محجر بودن از مرد و جوانها. پس همیشه مرد و جوانها با هم می رفتن، زنها در آخر اون دایره، اون تعداد، اون جوانان خود خانواده بودن. پس این هیچ وقت به هم زن و مرد به هم مخلوط نمی شدن. پس ما بعد اینم بنابراین خیلی اوقات هست که زنها و مردها یه خانواده، مثلا برادرها و خواهرها، زنشون، شوهرشون، پسر عمو، پسر دختر، پسر دختر عمو، پسر اینا و اینا میان برای ضیافتی، برای جشنی، همینطور در شب پسح میان برای برگزار کردن صدر پسح. بعد خیلی واضح بود که این به هم اختلاط و به هم یک دسته بودن نباشه، بلکه زنها جدا، مردها جدا. بهترین کار اینه که مردها در یک اتاق، زنها در اتاق دیگه، اتاقی نزدیک باشن، یا مردها در اتاق، زنها در حال، مثلا اینطور که آن بتونن در حال اطلاع کتی که دوش میگه برای خانگیه بشنون، یا اینکه دو اتاق مجزا و یکی نزدیک دیگر که برای خانه میشنون. بهترین کار اینه. اگر نمیشه در یه اتاق میشه، فقط در یه اتاق هست، کار بکنن که یک میز برای زنها باشه، برای مردها، از هم جدا باشن. اگرم بتونن یک پرده بذارن بین مرد و زن، چه بهتر، خیلی بهتر میشه. مثل اینکه هر کدام در اتاق مجزا هستن، پرده بذارن بین مرد و زن، مرد اصلا دارن نمیدن، زن هم دارن نمیدن، و چه بهتر. اگرم پرده نباشه، خب اگرم این اتقانه در بعد یک میز هست،
بعد سعی کنن که مردا یک طرفه میل بشن، در یک طرفه میل بشن، در وسط دو برادر خواهر یا مرد و شوهری با هم باشن و اینها بین مردای مردا و زنها اینا حائل ایجاد بشن، حائل حساب بشن. اینطور دیگه این آخرین درجه است. ولی اینکه زن مردان، زن شوهر، زن شوهر، زن شوهر، زن شوهر، پسر در، پسر دختر، این با بشینن، این خیلی این ممکنه که گناهان بسیار زیادی از این تولید بشه که بشینن به هم صحبت بکنند و بخندند و شوخی بکنند و اینا همش مخالف حلقه هست، حلقه دوری کردن از زنها. یکی از اینا این که مردان و زنها با هم نشینن با هم صحبت کنند و بخندند و شوخی بکنن، این آمار بسیار سنگینیه. و به غیر از این بعد داریم کمتر در میشنم فرمان که ال تربیت های میشان با زن نباید صحبت زیادی کرد، بسیار هم رو قلب هم رو بشن چند خبر رو. بعد اونایی که میان بعد میشنن مرد و زن ها بعد میشنن تو صحبت میکنن تو تعریف میکنن تو میخند و میگن میخندن و شوخی میکنن، اینا بسیار بسیار زبان سنگینیه و مخالف توره، مخالف شما روخه. و اصلا اینم بعد بریم که احوال پرسی کردن زنی از مردی، مردی از زن، این مخالف شما روخه. از شما روخ این از کجا اومده؟ خودش که نگفته، از گمارا که از سوره که انسان برای زنی سلام برسونه، به من ابلاغ سلام من ابلاغ کن به فرنگ زن، این آسوره طبق علاقه آسوره. فقط چه موقع مجازه؟ پسر برای مادرش، دختر برای پدرش، پدر یا برعکس پدر برای دخترش، برادر برای خواهرش، خواهر برای در همین، یا نوه برای پدر بزرگش، برای مادر بزرگش، پدر بزرگش، نوه دختر، نوه پسر، پدر بزرگ برای نوه، اینا همش مجاز. ولی به سر امو، به سر خاله، یا به دختری برای اموش، برای خدایش، شوهر خاله، شوهر امه، یا برعکس شوهر امه برای دختر خواهر شوهر امه، برای دختر برادر زنش، اینا همینطور الاخر، اینا همش اینا اصوره طبق علاقه اصوره. و همینطور که زنی به مردی صحبت میکنه میگه حالی چطور خوبه؟ این اصوره، این کار، این اصور، اصور همور، بلکه برای مراعات ادب و تربیت میخواد احوال بکنه، میشه احوال پرسید بکنه به طور کلی جمعیتی، حال خانمه چطوره؟ حال همگی چطوره؟ یا اگر مردی با زنی صحبت میکنه میگه حال همسر چطوره؟ همطور زنی با مردی صحبت میکنه میگه حال همسر شما چطوره؟ این مجازه. ولی حال چطوره، چیکار میکنی، این همش اصوره، اصور گمور همور. و بنابراین بعد اینا بهش توجه کرد، اهمیت داد، این چیز حسیدوت نیست. ما حسیدوت داریم، حلقه داریم، حسیدوت خب هر کس معذب نیست، ولی حلقه هر کس معذبه. همینطور هم در نامه نمیتونیم در نامه بنویسیم سلام من را بفرست برای فران کس، فران زن، سرزن بینسه برای فرنه، این همش اصوره. حتی در کتبی هم بسی بودن الله رو